حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد و شعبه 19 دیوان عالی کشور هم اخیراً این حکم رو تأیید کرده و به زودی این فرد حکمش اجرا و هم او به سزای اعمالش خواهد رسید و هم اربابان او. برخلاف آنچه توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد، متهم پرونده ترور سپهبد شهید سردار سلیمانی بنده نیستم. محمود موسوی مجد محکوم به اعدام، از او چه می‌دانیم؟ آیا جاسوسی است که کنار قاسم سلیمانی قدم می‌زد یا قربانی رقابت در سپاه قدس ایران است؟ 60 دقیقه امشب در گزارشی ویژه این پرونده را بررسی می‌کند. در ادامه برنامه امشب، یافته‌های بی بی سی درباره ابعاد بحران کرونا در ایران. شمار جانباختگان در زمستان گذشته ممکن است تا 5 برابر آمار رسمی باشد. ارائه قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل. گفتگوی اعضا درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران آغاز شد. و موج جدید برخورد با اینستاگرام. آیا محبوب ترین شبکه اجتماعی در ایران فیلتر می شود؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. عامل لو رفتن محل تردد قاسم سلیمانی، جاسوس سیا و موساد یا یک فرمانده نیروی قدس که قربانی تصفیه حساب‌های داخلی سپاه شده؟ محمود موسوی مجد کیست؟ 2 هفته پیش قوه قضاییه ایران برای اولین بار اعلام کرد که فردی به نام محمود موسوی مجد که گفته شد راننده مشاوران نظامی ایران در سوریه بود، به اعدام محکوم شده. اول سخنگوی قوه قضاییه گفت او محل تردد و اسکان قاسم سلیمانی را گزارش داده بود و به همین دلیل قرار است اعدام شود. بعد که معلوم شد آقای موسوی مجد پیش از ترور فرمانده نیروی قدس سپاه در زندان بوده، قوه قضاییه اعلام کرد که او نقشی در ترور قاسم سلیمانی نداشته و به دلایل دیگری اعدام می شود. تا امروز تنها منبع اطلاعات درباره او خبرگزاری‌های وابسته به سپاه و قوه قضاییه بودند و تنها 2 عکس از او منتشر شده بود. اما مدارک، تصاویر و عکس‌های اختصاصی که از دوستان او در سوریه و لبنان به دست خبرنگار ما جیار گل رسیده، داستان و چهره‌ای متفاوت از این مرد در سایه به دست می‌دهد. جاسوس اسرائیل و آمریکا بیخ گوش قاسم سلیمانی یا قربانی تصفیه حساب رقیبانش در سوریه. محمود موسوی مجد راننده ای ساده یا سید حیدر از فرماندهان سابق نیروی قدس سپاه در سوریه. در شعبه 15 دادگاه این گونه اتهامات قاضی و دادگاهش آشناست، اما این بار محکوم از جنس دیگری است. فردی به نام آقای سید محمود موسوی مجد. سه‌شنبه 20 خرداد برای اولین بار نام محمود موسوی مجد شنیده می شود. تا به آن روز خبری از هیچ رسانه و مقامی در حکومت ایران درباره بازداشت، دادگاهی و محکومیت او شنیده نشده بود. به سرویس موساد بست شده بود و هم به سرویس سیا و در قبال اخذ دلارهای آمریکایی برای اونها در حوزه‌های مختلف امنیتی و به ویژه حوزه نیروهای مسلح من جمله سپاه پیروزمند قدس و همچنین محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی رو جمع‌آوری کرده بود و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در دیماه سال گذشته در حمله ارتش آمریکا در بغداد کشته شد. این در حالی است که محمود موسوی مجد 17 ماه پیش از ترور قاسم سلیمانی دستگیر و زندانی شده است. در مقدمه لازم 2 نکته را عرض بکنم. پس از مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه، 2 پیام صوتی منتسب به محمود موسوی مجد به فارسی و عربی منتشر شد. به نظر می رسد او از زندان اوین با بیرون تماس گرفته بود. برخلاف آنچه توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد،
متهم پرونده ترور سپه بود شهید سردار سلیمانی بنده نیستم. بنده اعلام می کنم حاضرم در دادگاهی علنی و با حضور اصحاب رسانه ها و حتی حقوق دانان مستقل نسبت به تمامی اتهامات پاسخگو باشم. نزار زکا شهروند لبنانی است که به اتهام جاسوسی 4 سال در زندان اوین بود. او با محمود موسوی مجد همبندی بود. اون همیشه مدعی بود که میدونه سپاه پاسداران چطور عمل میکنه و با رفتارشون آشناست. همیشه میگفت اونا نمیتونن اونو توی زندان نگه دارن چون که اونایی که اونو زندانی کردن خلاف کردن، نه اون. خیلی خوب سپاهی ها رو میشناخت. خبرگزاری های وابسته به قوه قضاییه و سپاه پاسداران منبع اطلاعات درباره محمود موسوی مجد بودند. این خبرگزاری ها تنها یک عکس او را منتشر کردند. آنها میگویند پیش از انقلاب خانواده موسوی مجد به سوریه رفته. 2 سال پیش حزب الله محمود موسوی مجد را در لبنان دستگیر می کند و به ایران تحویل می دهد. او عضو نیروی قدس سپاه نبوده و تنها راننده بوده است. در قبال دریافت ماهانه $5,000 برای اسرائیل و آمریکا جاسوسی می کرده. با پدر و وکیل محمود موسوی مجد در تهران تماس گرفتم. اونا حاضر نشدن با بی بی سی درباره این پرونده صحبت کنن، اما ما تونستیم با افرادی در سوریه و لبنان ارتباط برقرار کنیم که برای سالها از نزدیک آقای موسوی مجد رو می شناختن. دوستان محمود در سوریه و لبنان عکس ها و مدارکی برای ما می فرستن که داستانی متفاوت از زندگی او در سوریه ترسیم می کنن. خانواده موسوی مجد در سال 1376 هنگامی که او کلاس 5 دبستان بوده به سوریه می روند و در محله المزه در شیخ سعد دمشق ساکن می شوند. محمود در مجتمع آموزشی امام خمینی دمشق عربی می خواند. دوستانش می گویند محمود در سال 1388 یکی از مترجمان کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد و بشار اسد در دمشق بوده است. دوستانش ویدیوی از او را در میدان جنگ می فرستند. آنان می گویند این نیروی قدس سپاه بوده که او را به خاطر تسلطش به زبان عربی در سال 1391 جذب می کند و گاهی هم برای قاسم سلیمانی مترجم بوده. کپی نامه محمود که سابقه فعالیتش را برای وکیلش توضیح می دهد به دست ما می رسد. این نامه اگر صحت داشته باشد او یکی از افراد با نفوذ نیروی قدس در سوریه بوده است. فعالیت‌های شامل جذب نیروهای بومی، احداث پادگان نظامی و با نام مستعار سید حیدر فرمانده شبه نظامیان در میادین جنگ ادلب، حما، دمشق و حلب بوده است. پدرش در نامه‌ای به قوه قضاییه گفته محمود 2 بار در سوریه زخمی شده بود. دوستانش در سوریه می‌گویند او به بیمارستان شیخ راغب حرب در جنوب لبنان اعزام شده بود. یکی از تخصصی ترین و مجهزترین بیمارستان‌های ایران در لبنان. مدارک پزشکی نشان می‌دهند محمود در این بیمارستان بستری شده بود. نیروهای هوشیار ما در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خوبی حسد می‌کنند فعالیت‌های اونها را. قوه قضاییه می‌گوید محمود در لبنان دستگیر شده، اما پدر او و دوستانش در سوریه میگویند او در محله المزه دمشق ربوده شده و به لبنان برده می شود. پس از مدتی بازجویی و شکنجه توسط حزب الله او به سازمان اطلاعات سپاه تحویل داده می شود و سپس به ایران منتقل می شود. از سرویس اطلاعاتی موساد به واسطه همکاری و ارائه اطلاعات. دادگاهی محمود پشت درهای بسته
در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار می شود. او شکنجه شد و مجبورش کردن که جلوی دوربین به جاسوسی اعتراف کنه، به جرمی اعتراف کنه که مرتکب نشده بود. محمود در دادگاه به قاضی صلواتی گفته بود که او زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده، اما صلواتی حرفاش رو قبول نکرد. ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده های امنیتی است. او قاضی ده‌ها متهم پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای بود، متهمانی که ثابت شد زیر شدیدترین شکنجه‌ها به جاسوسی برای اسرائیل و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اعتراف کردند. من مسئول عملیات بودم. مازیار ابراهیمی یکی از آن متهمان بود که اعترافات او در تلویزیون ملی ایران پخش شد. او قاضی صلواتی را به یاد دارد. منو بردن پیش قاضی صلواتی شعبه 15. خیلی بد با هم صحبت کرد. فقط هم اصرار داشت رو اینکه اعدامت بکنم، این کاغذی که میبینی حکم اعدامت. من میگم این حکمی که حکمته. برو یه هفته بهت وقت میدم با آقایون همکاری کن. کاظم موسوی مجد، پدر محمود، اتهام جاسوسی را تصفیه حساب خصوصی علیه پسرش توسط گروهی قدرتمند در سوریه خوانده و در نامه‌ای نوشته: فرزندم قبل از بازگشت و تصفیه حساب سپاه باهاش گزارشات درباره گروهی فاسد در سوریه به حفاظت سپاه داده بود که در اون از تخلفات مالی، اخلاقی و مواد مخدر اشخاصی که از غذا آقازاده بودند گزارش داده بود. دوستان محمود در سوریه هم میگویند اتهام جاسوسی علیه او تصفیه حساب گروهی در سپاه با اوست. بنده به هیچ وجه از دادرسی عادلانه برخوردار نبودم، چنانچه کسانی بنا دارند با اعدام زود هنگام بنده برخی منافع شخصی خود را محفوظ نگه دارند. با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد و شعبه 19 دیوان عالی کشور هم اخیراً این حکم را تأیید کرده و به زودی این فرد حکمش اجرا و هم او به سزای اعمالش خواهد رسید و هم اربابان او قاطعیت و صلابت و اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رو مشاهده خواهد کرد. در تصویری که به همین شکل به دست ما رسیده، محمود موسوی مجد در کنار سفیر سابق ایران در لبنان و نخست وزیر پیشین سوریه دیده می شود. خانواده موسوی مجد از افراد با نفوذ در سوریه بودند. هرچه درباره هویت و پیشینه محمود موسوی مجد بیشتر تحقیق می‌کنیم، با سوالات بیشتری روبرو می‌شویم. قوه قضاییه ایران می‌گوید او از بلندپایه‌ترین مقامات نظامی این کشور جاسوسی کرده. اما دوستانش می‌گویند او قربانی رقابت‌های داخلی نیروی قدس سپاه در سوریه شده است. ژیارگل، بی بی سی. ژیارگل همکارم که این گزارش رو تهیه کرده اینجا در استودیو با ماست. ژیار، در وهله اول از اینجا شروع بکنیم که این عکس‌ها و اسناد و تصاویر چطور به دست تو رسید؟ ببین، وقتی که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد ما یه عکس اون موقع ازش داشتیم و یه اسم و در حقیقت سه دادگاهی، ابتدا محکوم به اعدام میشه در شعبه 15، بعد در شعبه دیگه به درخواست دیوان عالی کشور دوباره بررسی میشه، بعد دوباره برمیگرده به دیوان عالی کشور تایید میشه، ولی هیچ کی خبر نداشته از این موضوع، حتی خانواده‌شون خبر نداشته. من حقیقتا تونستم وکیلش محمد نیازی و پدرش سید کاظم موسوی مجد رو پیدا کنم، باشون تماس گرفتم، اما متاسفانه گفتن اونا حاضر نیستن با بی بی سی صحبت کنن و حتی پدرش گفت با رسانه غیر ملی صحبت نخواهد کرد. من نگاه کردم که ما تناقض‌های زیادی در اطلاعاتی که از طرف خبرگزاری‌های وابسته به سپاه و قوه قضاییه میومد تناقض داشت، حرفاشون نمی‌خوند. مثلا میگفتن اطلاعاتو درباره قاسم سلیمانی داده و یه جوری تلویحاً اینو میگفتن که نقش داشته در ترورش، در صورتی که این 17 ماه قبلش دستگیر شده و 4 ماه قبل از ترور قاسم سلیمانی حکم اعدام او صادر شده بود، یعنی در دسامبر سال گذشته. به همین جهت من
تلاش کردم که خب این فرد تو سوریه بوده، لبنان دوستایی داشته، تلاش کردم افرادی رو پیدا کنم که از نوجوانی اونو میشناختن و حتی معتقدم بعضی از این افراد ممکنه تو نیروهای با همکاری کرده باشن با نیروهای ایرانی و اونجا میشناختن. برای این افراد حاضر شدن مدارک، حرفایی به من زدن، گفتن این داستانشه، براش پاپوش درست کردم. گفتم باید ثابت کنید که من حرفایی که شما میزنید ما بتونیم برها راستی آزمایی بکنیم. به همین جهت عکسایی فرستادن، مدارکی فرستادن که ما هیچ جای دیگه ندیده بودیم. و من حقیقتا چند تا نامه ام از پدرش و از وکیلش و یک مقاله تو انصاف نیوز چاپ شده بود. وکیلش در جواب من حتی قبل از اینکه بگم از بی بی سی هستم، گفت من با هیچ رسانه‌ای صحبت نمی‌کنم، من یه چیزی نوشتم تو انصاف نیوز، شما میتونید برید ببینید. و من وقتی نگاه کردم و مدارکی هم که به دست من رسیده بود، دیدم گوشه‌هایی از اون گفته‌ها در اون مدارک تو انصاف نیوز از طریق نقل قول شده و مشخص شد برام. البته خب انصاف نیوز چیزایی که درباره شکنجه، درباره یک حالت نامتعارف ازش اعتراف گرفته بودن، اونا رو منتشر نکرده بود. اما آیه‌ای که به کار برده بودن، من متوجه شدم همون بخش‌هایی از همون نامه هاست. به هر حال صحبت‌هایی که با این افراد داشتم مشخص بود میشناسن، تاریخ میدادن، مکان‌های خاصی میداشتن که ما بتونیم بریم راستی‌آزمایی کنیم تو اون زمان چه اتفاقات افتاده، و منابع متفاوتی بودن که دقیقاً میشه گفت حرفای همدیگه رو تایید می‌کردن و این نقطه‌ها رو وقتی کنار هم می‌ذاشتی درست در عذاب در می‌اومد. فراموش نکن در یکی از سایت‌های خبری هم به نقل از یکی از همز زندانی های آقای موسوی مجد صحبت هایی شده بود که ایشون در لبنان دستگیر شده، اونجا زندگی کرده. حقیقتا ما این رو هم راستی آزمایی کردیم با آقای نزار زکان، ما صحبت کردیم. واقعیت این بود با داده ها واقعیت ها جور در نمی اومد. می گفتن اون سالها لبنان بوده، به لهجه لبنانی حرف می زنه، در صورتی که آقای نزار زکان عربی پیام محمود موسوی مجد رو تایید کرد. وقتی من اینو به همکاران لبنانیم دادیم تو بی بی سی، گفتن این لهجه لبنانی نیست، این مشخص اونجا زندگی نکرده. حتی کدوم دانشگاه بوده ما اونو راست هیچ اثری از اون نبود که در دانشگاه لبنان بوده. همه چیز به اینجا ختم میشد که احتمالاً در سوریه روبوده شده. اشاره کردی که پرونده بسیار پرونده پرتناقضیه، از جمله اینکه مشخص شده که اصلا در زمان ترور قاسم سلیمانی آقای موسوی مجد در زندان بوده. ولی اساسا چرا زندان بوده؟ به چه اتهامی به زندان افتاده؟ ببینید، چیزی که اتهامی که قوه قضاییه گفته این راننده بوده، از مقامات بالا، از فرماندهان نظامی و امنیتی از جمله قاسم سلیمانی، ترددشون، محل اسکانشون جاسوسی کرده و به کشورهای دیگه داره. اما دوستانش و حتی نامه‌ای که پدرش به قوه قضاییه نوشته، میگه این به خاطر اینکه گزارش داده افرادی رو که اینا خلافکاری کردن، فساد مالی و اخلاقی و حتی مواد مخدر گفته و اینا خواستن در داخل سوریه با همین گروه‌های قدرتمند علیه خود سپاه قدس اومده گزارش هایی داده خود این فرماندهانی که اونجا بودن. من اتفاقا این سوال پرسیدم از دوستم، گفتم خب چرا باید این همه دردسر و اتهام بهش بزنن؟ خیلی راحت میتونستن ترورش کنن اونجا، بکشنش. گفت اولا اینا خانواده‌ای بودن که خیلی با نفوذ بودن تو دولت سوریه، میتونستن تحقیق کنن و سرنخ پیدا کنن. دوما چون که این چند ماه قبلش گزارش داده بود اگه اینو میکشتن همه میگفتن خب معلومه. به همین جهت با دستگیر کردنش و منتقل کردنش به لبنان، چرا که اینا نفوذ داشتن تو سوریه، ممکن بود دولت سوریه تأثیر بذاره، اینو تحویل حزب الله میدن. خانواده‌اش میگن حزب الله تحقیق کرده چند هفته، مشخص شده این جاسوسی بود. آقا این مشکل بین خودتون ببرید، ما کاری با این نداریم. به همین جهت از یک طرف ایشون رو این چیزیه که خانواده‌اش میگن یعنی نامه‌ای که پدرش نوشته و دوستاش تو سوریه میگن، از یک طرف میخوان اینو بی اعتبار کنن که گزارش داده این افراد فساد مالی داشتن، از طرف دیگه هم حذفش کنن و در طرف دیگه هم خیلی راحت قوه قضاییه و دستگاه امنیتی با مطرح کردن این موضوع میخوان پیامی به افراد دیگه در داخل سیستم بفرستن، اگه جاسوسی بکنید هر جا باشی ما شما رو میگیریم. و در حقیقت دوستاش میگن میخوان از محمود درس عبرت درست کنن برای دیگران. متشکرم. ژیار گل در استودیو. تحقیقات بی بی سی نشان می‌دهد که شمار جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران در زمستان گذشته می‌تواند تا 5 برابر آمار رسمی باشد. در زمستان سال 98 همزمان با شیوع کرونا 6400 مرگ اضافی نسبت به سال‌های قبل ثبت شده که با توجه به توزیع جغرافیایی‌اش می‌تواند عمدتاً به کرونا مربوط باشد. گزارش بهرنگ تاجدین رو با هم ببینیم، با این هشدار که بعضی از تصاویر این گزارش ممکنه ناراحت کننده باشه. ویروسی که چند ماه است نفس‌ها را گرفته.
اوایل زمستان 98 بود که کرونا به ایران سرایت کرد و به سرعت همه گیر شد. اینا همه کرونا هستن که باید چسته بشه. انتشار ویدیوهایی مثل این به این نگرانی ها دامن میزد که آماری که دولت درباره میزان گستردگی شیوع و شمار قربانیان کرونا اعلام میکند بسیار کمتر از میزان واقعیش باشد. ولی دولت اصرار داشت که آمارش دقیق است. اگر تعداد فوت شده در قم به دلیل این بیماری نصف و یک چهارم این تعدادم باشه من استعفا میدم. یعنی ما به آمارمون بسیار اطمینان داریم و به هیچ وجه با این مسائل عرض شود خدمتون به خاطر جلوگیری از تشویش از خانم عمومی کوتاه نخواهیم اومد. دیشب اعلام شد تخت‌های فراوان در همان روزها دولت حسن روحانی تصمیم گرفت که نهادی بجز وزارت بهداشت آمار مرتبط با کرونا را منتشر نکند. مسئولیت امر به ستادی واگذار شده که رئیس این ستاد وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هست. بنابراین همه امور هم از لحاظ آمار و ارقامی که باید به مردم منتقل بشه باید به صورت متمرکز بدون توجه به شایعات به سخنان این مرکز توجه بشه. بعضی مقام های محلی می گفتند که از آمار واقعی خبر دارند. میزان درآمد مرگومی که حداقل ما خبر داریم در شهر تهران در اتفاق می افته و در واقع آماری که وجود داره طبق آمار رسمی وزارت بهداشت ایران 1284 نفر در 3 ماه زمستان بر اثر ابتلا به کرونا فوت کردند. ولی تحقیقات بی بی سی فارسی بر اساس آمارهایی که سازمان ثبت احوال به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد که شمار موارد مرگ و میر در این مدت 6400 نفر بیشتر از میانگین زمستان‌های 5 سال قبل آن بوده. این 5 برابر آمار رسمی جانباختگان کرونا در این مدت است. وضعیت در همه استان‌ها یکسان نبود. در استان‌های شمالی نظیر گیلان و مازندران بعضی از مردم چنان نگران میزان شیوع بودند که جلوی ورود مسافران به شهرها را می‌گرفتند. تاریخ 11/12/98 گودی که کندن به دلیل شمار بالای گذشتگان خب بعضی مناطق مقام‌های محلی به اینم آهکی که خالی کردند تا بتوانند قربانیان کرونا را دفن کنند. برای بچه‌های کرونایی. برآوردهای بی بی سی فارسی نشان می‌دهد در طول زمستان 98 نزدیک به 1800 نفر در استان تهران، 1700 نفر در گیلان، بیش از 1100 نفر در مازندران، 800 نفر در قم و بیش از 600 نفر در اصفهان بیشتر از میانگین سال‌های قبل فوت کردند. با در نظر گرفتن جمعیت استان‌ها مشخص می‌شود که گیلان، قم، مازندران و گلستان شاهد بیشترین سرانه مرگ و میر اضافی بودند و استانهای البرز، تهران، قزوین، اصفهان و سمنان هم در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. شیوع کرونا تأثیرات اقتصادی و اجتماعی عمیقی بر ایران و مردمش گذاشته. ویروسی که نه فقط بر مبتلایان بلکه بر زندگی و سلامت خیلی های دیگر هم به صورت غیر مستقیم تأثیر گذاشته. آمار مرگ و میر اضافی تنها روزنه کوچک بر این فاجعه انسانی است. همکارم بهرنگ تاجدین در استودیو با ماست. بهرنگ، درباره آمار مرگ و میر اضافه صحبت می‌کنیم. چرا نشمردنشون هستن؟ ببین، دو تا مسئله هست. مسئله اول اینه که خیلی از کسانی که در اثر ابتلا به کرونا فوت کردن کسانی بودند که بیماری‌های زمینه‌ای داشتند، دیابت داشتند، بیماری قلبی داشتند و الی آخر، و در خیلی از موارد پزشکان نمیتونن با قطعیت بگن که این فرد به خاطر کرونا مرده یا به خاطر این دلایل دیگه. و در خیلی از موارد مسئله اینه که وقتی یه نفر فوت میکنه، مخصوصا با توجه به محدودیتایی که تو ایران در زمینه کالبد چکافی وجود داره، خیلی وقتا دیگه نمیتونن حتی چک کنن ببینن این فردی که فوت کرده به ویروس کرونا مبتلا بوده یا نه.
این مشکل اول، یعنی مشکل اینه که تست نمیشن و در همه موارد نمیشه با قطعیت گفت که دلیل مرگ چی بوده. مسئله دوم اینه که شیوع کرونا با توجه به تأثیرات عمیق سیاسی و اجتماعی که میگذاره و اقتصادی که میگذاره به نوعی شبیه به یک فاجعه طبیعی مثل زلزله است. توی زلزله همه کسانی که در سر زلزله میمیرن زیر آوار نمیمونن. بعضیا به خاطر مثلا شیوع حسب و وبا میگیرن میمیرن. بعضیا به خاطر کمبود غذا یا دارو ممکنه فوت کنن. در مورد کرونا هم همین داستان هست. یعنی بعضی از کسانی که در اثر این همه گیری فوت میکنن کسانی هن که اصلا ویروس نگرفتن، ولی مسئله این بوده که نتونستن برن بیمارستان چون بیمارستان ظرفیتش پر بوده، داشته بیماران کرونا رو درمان میکرده. یا اصلا تو خیلی از کشورها، حتی کشورهای پیشرفته مثل بریتانیا، میبینیم بعضی از ترس این که کرونا نگیرن نمیرن سراغ دکتر و بیمارستان. یه بخش داستانه. یه بخش دیگه داستان اینه که شما وقتی شاهد یک رکود اقتصادی شدیدی هستی که باعث میشه خیلی از آدم‌ها در واقع کارشون و منبع درآمدشون رو از دست بدن، این باعث فقر میشه. یه عده ممکنه در اثر گرسنگی بمیرن، یه عده ممکنه در اثر این فوت کنن که در واقع هزینه خرید دارو رو نداشتن و مسائلی از این دست. به همین خاطره که توی اتفاقاتی مثل این همه‌گیری کرونا، نه فقط در ایران که در همه کشورها، بهترین راه تخمین اینکه خسارت انسانی این اتفاق چقدر بوده اینه که به جای اینکه بیایم فقط بشموریم که چند نفر تو بیمارستان یا تو خونه‌شون در اثر ابتلا به کرونا مردن، اینه که بیایم به این آمار مرگ و میر اضافی نگاه کنیم، ببینیم به نسبت سالهای قبل چقدر ما مرگ و میر داشتیم. یه نکته مهمی که هستش اینه که توی این آمار یه چیزی هم نهفته است، اونم این که شما ببینید وقتی قرنطینه اتفاق میفته توی ایران، کشوری که سالی 20,000 تا قربانی تلفات حوادث رانندگی و جاده‌ای داشتیم، وقتی آدم‌ها نمیرن مسافرت، وقتی آدم‌ها سوار ماشینشون نمیشن، تو خیابون و جاده نمیرن، ممکنه اون آمار حتی پایین بیاد. چیزی که در ایران دیدیم همین امسال، در نوروز امسال به گفته پزشکی قانونی کشور تعداد تلفات جاده‌ای چند صد نفر کمتر از سال‌های گذشته بوده. در نتیجه این آمار مرگ و میر اضافی لزوماً فقط تعداد کسانی نیست که بر اثر کرونا مردن، بلکه چیزی که به ما نشون میده اینه که این اتفاق چه خسارتی به جامعه ایران یا جامعه هر کشور دیگه ای زده. متشکرم بهرنگ تاجدین در استودیو با ما. اما ماهان غفاری، پژوهشگر ژنتیک جمعیتی و اپیدمیولوژی دانشگاه آکسفورد، از همین شهر با ماست. آقای غفاری، خوش آمدید به برنامه. ابتدا از این شروع بکنیم که آیا میشه از این آمار مرگ اضافه نتیجه گرفت که این مرگ ها مرتبط به ابتلا به ویروس کرونا بوده؟ با سلام. بله، جواب این سوال مثبت، برای اینکه با توجه به داده های آماری که از ایران ما داریم، این داده ها به صورت فصلی از ثبت احوال میاد و وقتی که ما بررسی کردیم فصل زمستان رو مشخصا در سال 98، دیدیم که در 5 تا استان، همونطور که در گزارش هم اشاره شد، آمار مرگ و میر به طرز قابل ملاحظه از سالهای قبل بالاتر بود و این برای ما یک نشونه خیلی مهم میتونه باشه از اینکه شروع از زمستان در این شهر آغاز شد. بسیاری از کارشناسان متعجب بودن از اینکه چطور نمودار ابتلا در ایران با بسیاری از کشورها متفاوته. آیا اگر که این آمار مرگ و میر اضافی رو لحاظ بکنیم، نزدیک میشیم به نمودارهای مشابه در دیگر کشورها؟ سوال خوبیه. مشکلی که این آمار مرگ و میر اضافی در ایران داره این هست که همونطور که گفتم به صورت فصلی گزارش میشه. خیلی از کشورها آمار مرگ و میر ثبت شده شون رو به صورت هفتگی دنبال میکنن. این در واقع رزولوشن و اون دقت داده ها بسیار بالاتره. ما فقط یک داده داشتیم از ایران و اون هم کل زمستان 98 بود و از روی اون نمیتونید شما دقیق تر بخواید تقریب بزنید که این تفاوت چقدره، ولی قطعا میتونیم بگیم تفاوت قابل ملاحظه است. همونطور که بررسی های ما نشون داد، شاید چیزی بالاتر از 4,000 تا 5,000 نفر از در زمستان گذشته نسبت به سال قبل، همونطور که در گزارش هم گفته شد، فوت کردن و این نشون میده که چقدر ما داریم از همون ابتدای شروع تقریب های مرگومی رو کمتر از اون واقعیت
در نظر. ولی اگه خاطرتون باشه در همون دوره بحث شیوع یک آنفولانزای بسیار شدید هم مطرح بود، چطور میشه تمیز داد این دوره از هم؟ بله، این سوال خیلی مهمی بود که ما رو اول خیلی گیج کرد وقتی این بررسی رو کردیم، چون ما دیدیم در بسیاری از استان‌ها، تقریبا تمامی استان‌ها به غیر از معدودی، شاید یک صعود خیلی بالا در میزان مرگومی در پاییز بودیم و این اول ما رو به این شک برداشت که نکنه کرونا باشه. اما بعد از اینکه متوجه شدیم اون استانهایی که مرگومیر پاییزشون بالاتر بود اما زمستونشون پایین‌تر بود، منطقی نیست که فکر کنیم از کرونا اومده و بر همین دلیل توجهمون به سمت آنفولانزا رفت و داده‌هایی که از سازمان جهانی بهداشت هم دیدیم این رو تایید کرد که میزان آنفولانزای فصلی در ایران 20% نسبت به سال گذشته افزایش داشته و همینطور گزارش‌هایی که از داخل ایران میومد ما رو به این سمت برد که احتمالاً گونه H1N1 یا گونه‌های دیگه‌ای از ویروس آنفولانزا سهم عمده‌ای رو میتونن در مرگ و میر پاییزی داشته باشه. آماری که ایران اعلام کرد به نظر شما آیا میتونه عددسازی باشه؟ این هم سوال بسیار سختیه جواب دادنش. ما کاری که انجام دادیم این بود که چشممون رو بستیم روی اینکه این داده از چه تاریخی اومده یا چه تاریخی نیومده. تمام داده‌هایی که از ایران از استان‌ها چه کشوری چه استانی اومده رو گرفتیم و بررسی آماری که با کشورهای دیگه مثل انگلیس، آمریکا و چند کشور دیگه انجام دادیم این بود که به صورت آماری شما نمیتونید اختلاف قابل توجهی بین اعداد تولید شده ایران و نظم آماری که اونها دارن با عددی که انگلیس یا آمریکا گزارش میکنه پیدا کنید. برای همین باز هم میگم سخته که بتونیم با قطعیت بگیم این اعداد ممکنه بخشش پنهان شده باشه یا غیره، ولی بررسی آماری رو به ما نشون نمیده که اعداد به صورت عمدی جابجا شدن. بیشتر به نظر میاد اون چیزی که باعث شده این رفتار و نمودار ایران با کشورهای دیگه تفاوت کنه به طور عمده ظرفیت محدود تستگیری برای بیماران کرونا و نحوه تستگیری از اونها بوده. آیا میشه گفتش که بر اساس تحقیقات که شما انجام دادید در چه تاریخی کرونا وارد ایران شده؟ یکی از مهمترین داده‌هایی که میتونیم استفاده کنیم برای فهم این سوال داده‌های ژنتیکی هست. متاسفانه تا الان که من با شما صحبت میکنم 3 داده کامل ژنتیکی از بیماران داخل ایران به صورت آزاد در اختیار محققان قرار داده شده و گرفتارهای اونو گرفته شده، اما ما تونستیم 20 داده ژنتیکی از افرادی که سابقه سفر به ایران داشتن و به کشورهای مقصد خودشون در کشورهای مثل کانادا، استرالیا و چند کشور دیگه برگشتن، از نمونه‌های داده‌های ژنتیکی اونها در اوایل مارچ تونستیم تبارشناسی ژنتیکی این ویروس رو در اصطلاح انجام بدیم و تاریخ تقریبی شیوع رو به اواخر دی ماه برگردونیم. و در نهایت سال آخر می که میدونم هنوز آمار بهار منتشر نشده، اما بسیاری از مقام ها گفتند که احتمالاً 8 تا 10 برابر بوده آمار ابتلا در بهار. بر اساس یافته های شما که بر اساس داده های زمستانه، آیا فکر میکنید که این 5 برابر قابل تعمیم به بهار هم هست؟ احتمالاً در اون دوره هم اینقدر بیشتر بوده؟ من فکر میکنم این عدد بسیار بالاتر خواهد بود. قطعا در مورد تعداد مبتلایان که میشه با قطعیت گفت شاید بالاتر از 10 برابر، اما در خصوص تعداد مرگ و میر قضیه فرق میکنه. اینکه چقدر بیشتر باشه من فکر میکنم بیشتر از زمستان خواهد بود، به دلیل اینکه زمستان تازه نقطه شروع در خیلی از استان ها بوده و ما هر چقدر به سمت فروردین و اردیبهشت رفتیم آمار مرگ و میر به طور حتی گزارش شده سفتی هم بالاتر رفت. پس فکر میکنم اگر هر چقدر در زمستان این تقریب میزان مرگ و میر کم بوده، در بهار و فروردین قرار هست این اختلاف بیشتر هم بشه. متشکرم. ماهان غفاری، پژوهشگر ژنتیک جمعیتی و اپیدمیولوژی از دانشگاه آکسفورد. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که شورای امنیت سازمان ملل متحد با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران موافقت کند. این شورا از امروز درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا گفتگو می‌کند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که توافق هسته‌ای را تایید کرد، قرار است تحریم تسلیحاتی ایران تا کمتر از 4 ماه دیگر برداشته شود. همزمان رئیس جمهوری ایران پیشنهاد همتای آمریکایی‌اش برای مذاکره را تعارف بی اساس و حرافی خوانده. کسراناجی گزارش می‌دهد. شورای امنیت قرار است از امروز مشورت‌ها و گفتگوها درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا را شروع کند.
قطعنامه‌ای که خواهان تمدید نامحدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران است که قرار است تا چند ماه دیگر مدت آن به سر برسد و برداشته شود. قطعنامه پیشنهادی آمریکا که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل و تهدیدها به صلح و امنیت جهانی تنظیم شده است، ایران را به علت حمله موشکی به عربستان محکوم می‌کند. این بعد از گزارش اخیر دبیر کل که گفته است موشک‌هایی که سال گذشته به تأسیسات نفتی عربستان اصابت کرد منشأ ایرانی داشتند. پیشنویس قطعنامه می‌خواهد شورا فروش یا ارسال سلاح به ایران و از ایران به خارج را منع کند. پیشنویس به کشورها اجازه می‌دهد محموله‌هایی را که به آن مظنون هستند بازرسی کنند و به کشورها اجازه می‌دهد کشتی‌هایی را که در آب‌های آزاد مظنون به حمل سلاح برای ایران هستند با اجازه کشور صاحب پرچم بازرسی کنند. قطعنامه پیشنهادی آمریکا جزی از فشارهای حداکثری رئیس جمهوری آمریکا به ایران است. او اینجا همین چند روز پیش دوباره از ایران خواست به پای میز مذاکره بیاید، آن هم قبل از انتخابات آمریکا. در غیر آن صورت او گفت هزینه برای ایران بیشتر خواهد شد. در تهران رئیس جمهوری ایران گفت صحبت‌های آقای ترامپ تعارف‌های بی اساس است و حرافی‌های انتخاباتی. عذرخواهی از ملت ایران، جبران خسارت‌ها، بازگشت به مقررات، بازگشت به چارچوب 5 به اضافه 1 میتونه باز هم راه حل باشه، ولی ما میدونیم این تعارفات بی اساس حرافی هست به دلیل انتخابات و گرفتاری که پیدا کردن. در شورای امنیت روسیه و چین گفتند به قطعنامه پیشنهادی آمریکا رأی نخواهند داد و آمریکا تهدید کرده است که اگر این قطعنامه رأی نیاورد در چارچوب قطعنامه 2231 اقدام به برگرداندن همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خواهد کرد. I would remind the world that the Obama administration's officials. ما به دنیا یادآوری می‌کنیم که مقام‌های دولت اوباما خیلی روشن گفتند که ایالات متحده به طور یکجانبه این اختیار را دارد که تحریم‌های بین‌المللی را فوراً و دوباره علیه ایران برگرداند. اینجا به دو نقل قول توجه کنید. اول از رئیس جمهوری پیشین اوباما که گفت اگر هر لحظه آمریکا به این نتیجه برسد که ایران به تعهداتش عمل نکرده، هیچ کشوری نمیتواند مانع توانایی ما در برگرداندن تحریم‌های چند جانبه بشود. و وزیر خارجه کری گفت اگر ما بخواهیم میتوانیم به شورای امنیت برویم و ما تنها میتوانیم آن تحریم‌ها را به جای اولشان برگردانیم. That arms embargo continues. معلوم نیست این استدلال تا چه حد در شورای امنیت از وجهه حقوقی برخوردار است. وزیران خارجه کشورهای اروپایی که جمعه پیش اینجا در برلین ملاقات داشتند تصریح کردند که از چنین قدمی حمایت نمی‌کنند و برای جلوگیری از برخورد در شورای امنیت طرحی را آماده کردند که امیدوارند برای آمریکا و همچنین برای روسیه و چین قابل قبول باشد. سه کشور اروپایی پیشنهاد دارند که تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را شاید برای مدتی محدود مثلا یک سال تمدید کرد و در این مدت ایران اجازه داشته باشد که سلاح‌های متعارفی و غیر پیشرفته وارد کند و طی این مدت ارسال سلاح از ایران به کشورهای منطقه شدیداً کنترل شود و تخلفات ایران در برجام در داخل برجام حل و فصل شود. اما معلوم نیست حالا که پیشنویس پیشنهادی آمریکا مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد، پیشنهادهای اروپا دیگر تا چه حد مطرح خواهد بود در این روزهای پرتنش پیش رو در شورای امنیت. کسرا نجی، بی بی سی. در ادامه برنامه بیشتر با خبرنگارمان در نیویورک در این باره گفتگو می‌کنیم. وحید خزائی، یکی از چهره‌های معروف اینستاگرام، هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. آقای خزائی که در ایران از او به عنوان یکی از شاخ‌های اینستاگرام نام برده می‌شود، پیشتر هم یک بار توسط پلیس دستگیر شده بود. دیروز رئیس پلیس امنیت تهران از برخورد با لایو‌های اینستاگرامی خبر داد. همچنین طی روزهای اخیر در مجلس ایران بحث‌هایی درباره مسدود کردن اینستاگرام صورت گرفته. مریم افشان گزارش می‌دهد. صبح امروز به محض ورود به وطن توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. وحید خزائی از شاخهای اینستاگرام.
یعنی از استانبول تا آنکارا 7 ساعت طول بودیم، 4 5 ساعت هم اینجا که من برگه خروج ترکیه بگیرم از اداره کل پناهندگی برای رفتن به ایران. از چهره‌های جنجالی شبکه‌های مجازی بود که یک بار هم پیش از این توسط پلیس ایران دستگیر شده بود. 3 زن به دلیل انتشار عکسشان از او شکایت کرده بودند. وحید خزائی در اینستاگرام ویدیوهای رقص خود را منتشر می‌کرد و تعداد فالوورهایش به بیش از 1 میلیون رسیده بود. عمده درآمد او تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی مانند پوکر بود، بعدها وارد سایت‌های شرط‌بندی فوتبال شد. هنوز نه دلیل بازگشت او به ایران مشخص است و نه دلیل بازداشتش توسط سپاه. البته نیروهای امنیتی ایران مدت هاست که اشخاص با نفوذ در اینستاگرام را رصد می کنند و تا به حال عده زیادی از آنان بازداشت یا احضار و توبیخ شدند. مدت هاست که محافظه‌کاران برای مسدود کردن اینستاگرام تلاش می کنند. در روزهای گذشته همین بحث در مجلس که اکثریت آن با محافظه‌کاران است جریان داشته. این بخشی از انتقادات رئیس مجلس به وزیر ارتباطات. الان در بحث خودرو در صنعت چطور ما سیاست گذاری میکنیم، تعرفه گذاری میکنیم، اعمال مدیریت میکنیم، از صنعت داخل حمایت میکنیم که بتونه این صنعت رشد بکنه، یا در حوزه کشاورزی یا در هر زمینه ای. بحث این هست که چرا در حوزه وظایف وزارت خونه مربوطه که جناب عالی مسئولش هستید که باید این سیاست های تعدیلی رو در رشد در حقیقت حوزه خارجی و داخلی تناسب برقرار بشه، چرا این سیاست اعمال نمیشه؟ انتقادات به عملکرد وزارت ارتباطات نسبت به عدم کنترل فضای مجازی به ویژه اینستاگرام وزیر ارتباطات را به پاسخگویی وادار کرد. دغدغه شما کاملا درسته، من هم نگران بچه‌ام. دغدغه‌های فرهنگی که دارید همه بجاست، دغدغه‌های دینی که دارید همه بجاست، تغییر سبک زندگی که مد نظرتون همه بجاست، منتها با دست رو دست گذاشتن و بستن که مسئله حل نمیشه، باید کار کرد. این اینستاگرام امروز به دلایل سیاست‌های ما تبدیل شده به قطب، همه پلتفرم‌های دیگه از دسترس خارجن. خب شرایط این گونه به وجود میاد. چالش هاست، ایناست که شما خودتون به عنوان نمایندگان مجلس امروز با مخاطبینتون چگونه ارتباط برقرار میکنید. حسن نوروزی یکی از نمایندگان مجلس هم گفته بود کمیسیون حقوقی شکل بگیرد، به جد دنبال فیلتر اینستاگرام خواهیم بود. البته در روزهای گذشته چند نماینده مجلس هم گفتند به دنبال مسدود کردن اینستاگرام نیستند. روز گذشته رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ ضمن تاکید بر اینکه با رفتار به گفته او مبتذل و ناشایست در لایف های اینستاگرامی برخورد می شود، درباره یکی از اقدامات پلیس گفت موضوع بررسی و رصد فضای مجازی است و ما به صورت ویژه و تخصصی رصدهای خود را در این زمینه در حوزه های مختلف نظیر فعالیت اشرار و اراذل اوباش، حاملان و فروشندگان سلاح و مزاحمان و هنجارشکنان حوزه اخلاقی انجام می دهیم. بحث بر سر کنترل حکومت در اینستاگرام و یا دیگر فضاهای مجازی حرف امروز و دیروز نیست و حکومت مدام در تلاش برای کنترل و یک دست کردن فضای اینستاگرام مطابق سلیقه خود است. از بازداشت و تذکر تا اجبار بعضی از شاخهای اینستاگرام به حجاب اجباری تا عذرخواهی‌های مدام از هر آنچه مطابق با عرف و قوانین جمهوری اسلامی نیست. البته بعضی از محافظه‌کاران می‌گویند فقط خواهان کنترل هستند و نه تعطیلی، اما این با بعضی از نقل قول‌هایی که از آنها منتشر می‌شود و بازداشت‌ها و فیلتر کردن ده‌ها کانال و وبسایت و شبکه‌های مجازی مغایر است. مریم افشنگ، بی بی سی. حسین درخشان، پژوهشگر رسانه از لندن با ماست. آقای درخشان، چقدر میشه لایف‌های اینستاگرام رو کنترل کرد؟ فکر کنم یه بار این کار رو کردن زمان انتخابات، یکمین چند روزه که فکر کنم تبلیغات ریاست جمهوری تموم شده بود این کار رو کردن. ولی مسئله اینستاگرام خیلی فراتر مباد نگاه شد، برای اینکه چند تا نکته هستیم. یکی اینکه اول فضای مجازی دیگه بیمعنیه، فضای حقیقی و مجازی یکی شدن و دیگه نمیشه این رو از هم جدا دونست و در نتیجه اون قواعدی که میخوان برای فضای واقعی بذارن و دیگه روی فضای اصطلاحاً مجازی هم الان میذارن و تفاوت مثلا همین مثالی که راجع به حجاب زده، این نشون دهنده این یکی شدن ایناست.
دو این که اینستاگرام تبدیل شده به یه جور رقیبی اصلا برای صدا و سیما ایران، یعنی تعداد ساعت‌هایی که آدم‌ها به طور متوسط روش کار میکنن، روش هستن تلفن‌هاشون، که در واقع تبدیل شدن به تلویزیون‌های شخصی کوچیک. اینا رو اگه نگاه کنید تقریبا احتمال زیاد خیلی بیشتر از ساعت‌هایی که تلویزیون عادی رو نگاه میکنه از صدا و سیما رو بدن، ولی یه صدا و سیما موازی شده در واقع اینستاگرام. خب با این اوصافی که شما میگین به نظر میاد که نه تفاوت این مدل زندگی که در اینستاگرام دی دارند و نه رقابتی که برای صدا و سیما ایجاد کرده مطلوب مقام های ایران نیست. فکر میکنید که چی مانع فیلتر شدنش میشه؟ فکر میکنم که اصولا ما اگه بحث فیلترینگ رو بخوایم یا سانسور رو بخوایم فکر کنیم، این یه مواردی هستش که بر اساس این متغیرهایی هست که این متغیرها توی تصمیم گیری، یکی اینکه پورنوگرافی توشون هست یا نه، در واقع صور قبیح حالا اصطلاحا، اینکه آیا ازش به عنوان سازماندهی میشه استفاده کرد یا نه، که خب مورد اول برای اینستاگرام اصلا خودش رو خود به خود جلوگیری میکنه و پاک میکنه اگه چیز یه مقدار بر اساس هوش مصنوعی چیزی که میفهمه از عکس‌ها و تحلیلی که میکنه از یه مقدار بیشتری از پوست بدن اگه توش ببینه خود به خود حذف میکنه، اون حله. پس مثلا در مورد اینستاگرام سازماندهی شورش و اعتراض هم به این معنی نمیشه که اونجوری که شاید نگرانی داشتن در مورد تلگرام به خاطر بعضی کانال ها، و مهمترین دلیلش اینه که روش یه دفعه پخش شدن خبر یا امپلیفیکیشن حالا اصطلاحا که توی اینستاگرام هست به خاطر اینکه نمیشه شیر کرد یا مثلا ری توییت کرد یا کارهای دیگه که با بعض شبکه‌های دیگه میشه کرد، به خاطر اونا، به خاطر اینکه اون کارا رو نمیشه کرد اینستاگرام اون قابلیت رو نداره. یکی کنترل، یکی دیگه اهانت به مقدساته که خب شاید زیاد جلوش نمیتونن بگیرن و به دلیل اینکه نمیشه اینا رو یه دفعه ترویج کرد و اشاعه داد با شیر کردن و ری توییت کردن به معنی دیگه تو اینستاگرام نداریم همچین امکانی، اینم ضعیفه به عنوان یه خطر. کنترل زیرساخت خیلی مهمه که خب به هر حال کنترل زیرساخت ها و سرورهای اینستاگرام دست ایران نیست و بعید هم هستش که بیاد. یه مسئله خیلی مهم که هست ولی این هستش که کنترلی که روی روایت سیاسی میخواد داشته باشه جمهوری اسلامی با وجود اینستاگرام نمیتونه داشته باشه، و چون مصرف اینستاگرام خیلی بیشتر شده در واقع دیدنش از مصرف برنامه‌های صدا و سیما، خب این کنترل روایت خیلی مسئله مهمیه براشون، و کسب و کار هم خیلی مهمه به خصوص که اینستاگرام تو ایران تو این دوره تحریم خیلی کسب و کار درست کرده، و خب مسائل علمی پژوهشی هم هست که اینا کلن معیارایی هستن که برای مثلا تصمیم گیری در مورد سانسور مطرحه، که خب به هر حال حکومت بخشای مختلفی داره، چون نیست که همش یک دست باشن. الان حتی داخل محافظه‌کارا و اصولگراها الان ما دو گروه داریم که توی مجلس خودشو نشون میده، یه گروه اقلیت داریم که تندروترن توی یه چیزایی، توی سیاست خارجی مثلا تندروترن، مثلا وطن امروز یا کسایی که در واقع به سعید به آقای جلیلی نزدیکن. اینا اگه نگاه کنیم مثلا چند روز پیش که بحث، همین روزی که بحث مجلس بود، اصلا اینا توی صفحه اول روزنامه وطن امروز حرفی از اینستاگرام نبود، ولی در مقابل صبح نو که روزنامه نزدیک آقای قالیباف و جناح اکثریت اصولگرها رو الان تشکیل میدن، اونا خیلی حساسن روی این بود برعکس چیزی که ممکنه. و خب دولت هم ضلع سوم داستان، دولت مخالف فیلتر شدن اینستاگرامه، اقلیت اصولگراها هم موافق بودن اینستاگرام مخالف فیلتر شدنه، و اکثریت که موافق فیلتر شدنه، که یعنی همه جناح آقای قالیباف، که حالا باید ببینیم کی برنده میشه. متشکرم. حسین درخشان پژوهشگر رسانه. و همونطور که پیشتر اشاره شد، شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران. بهمن کلباسی خبرنگار ما از نیویورک به ما پیوسته. بهمن، الان در مقطعی هستیم که آمریکا این قطعنامه رو روی میز گذاشته، آیا میتونه در این مقطع با مکانیزم ماشه تحریم‌ها رو برگردونه؟ این سوالی است که در واقع بسیار از کارشناسان هم هنوز در موردش به یک نتیجه گیری واحد نرسیدند. اون چیزی که الان در جریان اینجا در مقر سازمان ملل یک مجموعه مشورت هایی است که کشورهای عضو شورای امنیت دارن انجام میدن برای اینکه تصمیم بگیرن با این پیشنویسی که آمریکا روی میز گذاشته چه بکنن.
البته میدونیم همونطور که در گزارش کسرا هم آمد، تقریبا با قطعیت میشه گفت که این قطعنامه دست کم با شکل فعلیش شانسی برای تصویب شدن نداره، حتی امکان داره که به نه رأی، حداقل نه رأی لازم نرسه، که اگه نرسه حتی نیازی به وتوی چین و روسیه هم نخواهد بود. اگه برسه اونا وتو خواهند کرد و جلوی تصویبش رو میگیرن. آمریکایی‌ها علاقه‌مندن این قطعنامه در روزهای آینده، مخصوصا همزمان یا پیش از قطعنامه یا گزارشی که دبیرکل سازمان ملل هر 6 ماه میده در مورد که آیا قطعنامه 2231 که مربوط به برجام هست درست اجرا شده، کجاش درست اجرا نشده. وقتی اون گزارش رو 6 روز دیگه دبیرکل بده، اون وقت همزمان با اون این قطعنامه، این پیشنویس تصویب بشه یا به رأی گذاشته بشه. و همین جهت با اینکه دقیقاً نمیدونیم کی این اتفاق میفته، ولی میدونیم که سرنوشتش اگر به رأی گذاشته بشه محکوم به شکست هست و رأی نمیاره. مهم این است که آیا در گام بعدی آمریکایی‌ها میتوانند بگویند حالا که شما تمدید نکردید محرومیت تحریم تسلیحات ایران رو، ما میخواهیم از اون امکانی که در قطعنامه 2231 فراهم هست برای مشارکت کنندگان در برجام استفاده کنیم و همه تحریم های سازمان ملل رو بازگردانیم، همون چیزی که معروف هست به مکانیزم ماشه. و چون این اتفاق سابقه نداره در تاریخ شورای امنیت، اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد هم بر اساسی که چه کارشناسی چه دیپلماسی صحبت کنید پاسخهای متفاوتی میگیرید. من با یکی از این کارشناسان که تحلیلگر هست، آقای رفعتی، در گروه بین‌المللی بحران صحبت کردم. او مدتی است با همکارانش دارن کار میکنن روی اینکه چه گزینه‌هایی روی میز خواهد بود اگر آمریکا تصمیم بگیره این گام کم سابقه رو برداره، و این پاسخی بود که به من داد در مورد گزینه‌های پیشرو و سناریوهایی که ممکن است اتفاق بیفته. اجازهتون به انگلیسی اگه اجازه بدین جواب بدم. چند سناریو پیش روی شورای امنیت است. یکی همان که اروپایی‌ها پس از شکست قطعنامه آمریکا پیشنویس خودشان را روی میز بگذارند که به صورت محدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کنند. این یک راه حل میانی است. ولی چنین قطعنامه‌ای ممکن است نه آمریکا را راضی کند، نه از آن طرف چین، روسیه و ایران را. سناریوی دوم این است که آمریکایی‌ها بر استفاده از مکانیزم ماشه برای بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل پافشاری کنند. در آن صورت شاهد اختلاف‌های شدید در شورا خواهیم بود. روسیه و چین خواهند گفت آمریکا اصلا عضو برجام نیست که بتواند چنین خواسته‌ای را طرح کند. اروپا هم مخالفت خواهد کرد، اما همانطور که دیدیم گفتند با این کار مخالفند، ولی نگفتن این کار شدنی نیست یا آمریکا چنین حقی ندارد، که کمی با موضع چین و روسیه فرق دارد و بسیار مشکل است بتوان پیش بینی کرد که چه خواهد شد، چون مشخص نیست مرجع دیگر برای حل این اختلاف کیست و اگر چنین مرجعی وجود داشته باشد آیا آمریکا به آن تن خواهد داد یا نه. و سناریو سوم این است که آمریکا موفق می شود مکانیزم ماشه را زیر فصل 7 منشور سازمان ملل فعال کند، ولی چین و روسیه بگویند آن را به رسمیت نمی شناسند و اروپا هم مخالفت کند. در چنین شرایطی آنها در تضاد با قانون بین الملل خواهند بود، که مخصوصا اروپایی ها علاقمند نیستند در چنین موقعیتی قرار بگیرند. برای همین هم هست که خیلی دارن تلاش میکنند یک راه حل میانی پیدا شود. همخوانی غلام کویتی پور با پریچه، دختر خواننده 13 ساله، به مناسبت روز دختر در ایران بحث‌هایی به راه انداخته. این در حالی است که خوانندگی برای زنان در ایران ممنوع است. در روزهای گذشته همخوانی همایون شجریان با یک خواننده لبنانی هم بحث برانگیز شد. صدای آقای کویتی پور از زمان جنگ ایران و عراق برای بسیاری از ایرانیان آشناست. جزئیات بیشتر را در گزارش دیجیتال سیامک محیط‌زاده ببینید. روز خوب بود، همه چی جور بود، چشم از تو کور بود، دیگه بی خیال اوضاع شدم، وقتشو که خودم رو پیدا کنم، هم پیش تو هم پیش داییه، وقتشو که خودم رو رسوا کنم. محمدی نبودی ببینی شهر دل، آهنگ دل که
است و آتش میزند، قصه دل دل کش است و خواندنیست، تا ابد این عشق و این دل ماندنیست. سنگ دل آهنگی مورد علاقم، خب من کار زیادی رو گوش میدم توی موسیقی اصیل و هر حال خسرو به آواز ایران استاد شجریان هستش و توی موسیقی به قول معروف غیر سنتیمون بخوام خلوت بکنم داریشه. من پیش تو هم پیش داریه، وقتشه که خودم رو رسوا کنم. حیف دیگه برام برگشت، دیگه نمیشه لقب برگشت. این آشی بود که خودمون پختیم، ولی هیچ خوب نشد اصلا مزش. حیف دیگه برام برگشت، دیگه نمیشه لقب برگشت. این آشی بود که خودمون پختیم، ولی هیچ خوب نشد اصلا مزش. دیگه ورق برگشت، دیگه نمیشه ورق برگشت. این آشی بود که خودمون پختیم، ولی هیچ خوب نشد اصلا و با این گزارش به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. صفحه اینستاگرام، تلگرام و توییتر بی بی سی فارسی رو هم از دست ندید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.